دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف اعلام کرد دست کم هشت کودک افغانستانی در اثر انفجار بوم های عمل نکرده طی هفته گذشته جان خود را از دست دادند یونیسف با ابراز تاسف از این حوادث از آن داشت این انفجارها در جریان بازی کودکانه با مهمات عمل کرده نبودند بلکه آنها هنگام جماوری ضایعات فلزی برای فروش جان خود را از دست دادند یونیسف ضمن عرض تسلیت به خانواده های این کودکان و با اشاره به اینکه مواد منفجر نشده پیامدها و تاثیرات مخربی بر کودکان و خانواده هایشان در افغانستان دارد افزود در سال 2022 بیش از 700 کودک بر اثر مهمات منفجر نشده و بقایای جنگ کشته یا معلول شدند دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل همچنین تصریح کرد این سازمان همواره در حال تلاش برای آموزش کودکان و خانواده ها در مورد خطرات ناشی از مین های مانده جامانده بم عمل نکرده و همچنین آسیب مهمات منفجر نشده در افغانستان است در تازه ترین رویداد انفجار یک سرگلوله هاوان در یک منزل مسکونی در ولایت غزنی جان یک کودک را گرفت و پنج نفر را زخمی کرد بر اساس آمار منتشر شده اکنون حدود 600 کیلومتر مربع منطقه مینگذاری شده در افغانستان وجود دارد که باید مین روبی شود اما آنچنان که باید مورد توجه کمک‌های خارجی واقع نشده است